برای بررسی مطبوعات امروز در استودیو با همکارم محمد رهبر همراه هستیم. محمد، خب اعتراضات در خوزستان همچنان ادامه داره، شاهد یک جو امنیتی سنگینی در این استان هستیم. شهرهای دیگه هم که کماکان دارن میپیوندن به این اعتراضات. همین الان هم در خبر فوری داشتیم که تهران هم ظاهرا شلوغ شده، خیابان جمهوری تهران. به طور کل نسبت به این اعتراضات گسترده در ایران روزنامه‌ها واکنشی نشون دادن، خبری منتشر کردن؟ ببینید، روزنامه‌ها مسئولیت‌های خودشون رو دارن، اما حجم این اعتراضات و اینکه مظلومیت عمیقی که در خوزستان هست و این مظلومیت خودش شکل رسانه هست، کاری کرده که اونها هم زبان باز بکنن و قدری هم بدون ترس بنویسند. نمونهش روزنامه جمهوری اسلامی است که امروز هم مسیح مهاجری هم یادداشت دیگری رو، یعنی دو تا یادداشت در مورد خوزستان کار کردن و صفحه اولش هم گزارش میدانی از وضعیت خوزستان داده. مسیح مهاجری خیلی صریح صحبت کرده و گفته که ما در خوزستان مشکل آب، مشکل عمیق‌تر از آب داریم در خوزستان. اون چه هستش؟ این هستش که این نیروهای بومی اونجا رو استفاده نکردن، تخصصی کار نکردن در خوزستان، و بعد اینکه کارهای نمایشی انجام دادن. طعنه ای زده به ابراهیم رئیسی که گفته بود من استاندار ویژه میذارم، گفت با این کارها درست نمیشه و اونهایی که مسبب این ماجرا بودن نمیتونن برن اونجا مشکل رو حل کنن، اونا باید برکنار بشن. اونایی که سد گتفند رو در یک جانمایی غلط در جایی زدن که کوه نمک بود و کل خوزستان رو نمکزار داره میکنه، اونها باید برکنار بشن. اینکه سردار سلامی، البته اینها رو نگفته، سردار سلامی بلند میشه میره اونجا، اینا خودشون کسایی هستن که اسباب مصیبت رو ایجاد کردن. خب داره حرفایی هم در روزنامه ها زده میشه و به نظر میرسه که این اعتراض دنباله ها خواهد داشت. به روزنامه بعدی بریم و روزنامه آرمان ملی که به ماجرای ساماندهی اینترنت پرداخته، گرچه حرفشو در مجلس فعلا درز گرفتن، ولی میتوان مطمئن بود که جمهوری اسلامی در یک افق آیندهی که برای خودش پیشبینی کرده حتما نابود کردن اینترنت رو جزو برنامه هاش گذاشته. صحبتی کرده حجت الله عباسی که یاداشتی نوشته، گفته با همچین طرحی 10,000 شغل اینترنتی برباد میره تو این شرایط اقتصادی که الان داریم. و بعد اینکه همه چیز دیگه، تقریبا تمام اپ‌ها، تمام شبکه‌های خارجی که در ایران هست، تلگرام گرفته واتساپ یا دیگران، تمام اینها بسته میشه، حتی گوگل مپ رو دیگه نمیشه باز کرد. یعنی کلن کاری رو انجام میدن که کره شمالی و چین انجام میدادن، حالا غلیظ‌ترش کره شمالی، و اصولا دسترسی مردم رو به خارج از کشور به هر آنچه که خبر هست با این عنوان که ما میخواییم ساماندهی بکنیم، نمیدونم با مبتذلیات مخالفم، اینها با اون ازش جلوگیری میکنن. این هم اتفاقا در راستای سرکوب هست، در راستای این که مردم ایران پیوندی با هم پیدا نکنن. بعدی رو ببینیم، اون هم در شرایطی که اینترنت ماهواره‌ای داره به بازار میاد به زودی و به نظر نمیرسه که بتونن. بارها هم شکست خوردن، اما وقتی در ذهن یه آدم چکش باشه به چیزی غیر از میخ فکر نمی کنه. این وضعیت جمهوری اسلامی است. روزنامه اعتماد هم اتفاقا به اینترنت ملی و این چیزها پرداخته و گفته اینترنت ملی الان چه فکر میکنید به شما نزدیکتر هست. یعنی واقعا اینها هم میدانن که ذهنیت جمهوری اسلامی این هست که حتما عملیش بکنه. توضیحی هم دادن که تمام این برخوردهایی که قرار هست با کاربران اینترنت به عنوان مجرم انجام بشه، میره زیر مجموعه وزارت دفاع، وزارت جاهای نظامی، سپاه یا صدا و سیما، و همه اینها زیر مجموعه رهبری است. یعنی در واقع میشود گفت که رهبر این طرحی که قرار هستش اینترنت رو نابود بکنه شخص آقای خامنه ای است و اوست که دستور داده و اوست که میل چنین کاری رو انجام داره. به هر حال به روزنامه بعدی برسیم که روزنامه آفتاب یزد هست و این ماجرای کرونا رو اومده بررسی کرده که ما 6 روز هم تعطیل کردیم برای چی؟ یک نقض غرض گسترده بود. یعنی اینها مردم رو تعطیل کردن، مردم هم در تهران بلند شدن رفتن شمال، جلوشون هم نگرفتن، جاده ها هم باز بود. یعنی کرونا بیشتر و بیشتر وسیع‌تر شد. اگر تعطیل نمی کردن بهتر بود. و یک طرح کاملا غیر عقلانی که انگار که هیچ چیز با هیچ چیز نمی خونه. یعنی شما میایین به عنوان وزارت بهداشت میگین که چند روزی تعطیل کنین که هیچ فایده‌ای هم نداره 6 روز برای کرونا، و بعد کسانی دیگه‌ای که بعد جاده ها رو ببندن نمی‌بندن.
مردمی که باید انجام بدن میرن ماشین بومی اجاره میکنن یا ویلا میگیرن یا هر کار دیگه میکنن، خوشون رو به شمال میرسونن. الان وضعیتی پیدا شده که اگر این 6 روز تعطیل نمیشد کرونا کمتر چرخ میخورد. یعنی ببینید تا چه اندازه مملکت بر بی عقلی استوار هست و بی همتی و اینکه همه کارها نمایشی است. واقعا توضیح داده روزنامه آفتابی است که با این وضعیت ما در مورد واکسن ها هم همین حالت رو داشتیم، امید بستیم به اینکه واکسن داخلی تولید میشه که نشد، دیگه حرفش هم نمیزنن و دوستان و عزیزان مثل چین و روسیه کمک میرسونن که اونها هم انجام ندادن و برسیم به روزنامه کیهان برای در واقع میخوام بگم تا چه اندازه ما توهم دارن اهالی جمهوری اسلامی که اومده گفته که مردم ایران خیلی هاشون به رئیسی امیدوار هستن. واقعا به رئیسی امیدوار هستن. خیلی امیدوار هستم. ممنونم از شما محمد رهبر، در استودیو همراه ما بودید.